بعد سلسله من عمليات الرصد والمتابعه بر اساس اطلاعات دقیق و همکاری شهروندان سوری، نیروی هوایی ارتش طی عملیاتی بی‌نظیر محل تجمع گروه‌های تروریستی و مقرهای آنان را در قوطه شرقی در حومه دمشق هدف قرار داد. در این عملیات زهران علوش، تروریست سرکرده گروه مشهور به جیش الاسلام، و شمار دیگر از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند. به اینها می‌گوییم که خاک سوریه گورستان شما خواهد بود. علوش 44 ساله پس از پیروزی اخیر ارتش و نیروهای مردمی سوریه در جنوب حلب، با ابو نصر سرکرده گروهک تروریستی رحمان، برادرش محمود، 7 نفر از مسئولان گروهک تروریستی احرار شام و 6 نفر دیگر از فرماندهان گروهک‌های تروریستی مانند جیش الفتح و جبهه النصره جلسه گذاشت. دستور تشکیل این جلسه هم از سوی عربستان صادر شده بود تا جنایتکاران فکری به حال شکست‌های مفتزهانه خود کنند. هن کفار، اینها کافرند و مزدور آل سعود. محل نشست زهران علوش و تروریست‌های دیگر شهر اوتایا در قوطه شرقی دمشق بود. زهران علوش به خیال خود در سری‌ترین مقر خود جلسه گذاشته، اما غافل از اینکه فرماندهان قرارگاه نصر با اشراف اطلاعاتی تمام تحرکاتش را رصد می‌کنند. ساعت 16 به وقت دمشق، قرارگاه نصر گرای مقر علوش و 15 سرکرده دیگر تروریست‌های پادر رکاب عربستان سعودی را به جنگنده‌های خود داد. و ساعت 16:30 با حمله بمب‌افکن‌های سوریه، زهران علوش، این مزدور آل سعود که خیال می‌کرد در آینده سیاسی سوریه نقش مهمی دارد و توهم ریاست کشور را نیز در سر داشت، همه آرزوهای سیاه خود را به گور برد و 15 فرمانده ارشد گروهک‌های تروریستی دیگر نیز به هلاکت رسیدند. قتل زهران علوش، هلاکت زهران علوش افتخاری برای ارتش قدرتمند سوریه است. زهران علوش یکی از شاگردان اصلی بنباز، وهابی تکفیری عربستان سعودی بود. محمد زهران علوش، لو شف دو جیش الاسلام. مخالفان سوری در نشست ریاض بر انتقال سیاسی حکومت سوریه تاکید داشتند. در چنین شرایطی مرگ رئیس مهمترین این گروه ها می تواند به پایان این گزینه منجر شود. از جنایت های اون می توان سربریدن بسیاری از اهالی مظلوم شهر کارگران دمشق را ذکر کرد. اغتصبوا النساء، اینها به زنان تجاوز کردند، دختران را به اسارت بردند، کودکان را سر بریدند. این چه دینی است؟ دین آل سعود همینه. باید بپذیریم که کشته شدن علوش به طور همزمان پیامدهای سیاسی و همچنین نظامی در پی خواهد داشت. ضربه بزرگ به عربستان سعودی پس از کنفرانس ریاض محسوب می شود. کشتن فردی برجسته و ذی‌نفوذ مانند زهران علوش به این معناست که نیروهای سوریه دیگر مخالف مسلح قابل توجهی ندارند. زهران علوش به اربابان خود قول داده بود حرم حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما را با خاک یکسان می کند. زهی خیال باطل.